بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولیک الفرج. در کعبه شد پدید و محراب شد شهید. نازم به حسن مطلع و حسن ختام تو. عرض تبریک به مناسبت ایام ماه مبارک رجب و فرخنده میلاد حضرت امیر عدالت، امیر نور، امیر سخن، امیر مؤمنان، امیر متقیان، علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیه و الثنا، به وجود با کرامت امام زمان و تک تک شما برادران و خواهران. چرا روز میلاد امیر المؤمنین را روز پدر نامیدند؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یا علی انا و انت ابوا هذه الامه. علی جان، من و تو پدر این امت هستیم. امام حکم پدر را دارد، لذا وجود ما از وجود امام هست. و امروز وجود با کرامت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، نفس امیر المؤمنین است. چقدر خوب است در روز تجلیل از امیر المؤمنین و تجلیل از مقام پدر، ارتباط ویژه‌ای با مهربانترین بابای دنیا برقرار کنیم. سلام پدر، سلام بابا، این استقرت بکنوا، در محضر تو می نشستم، زانوی ادب می زدم، روز پدر را به شما تبریک می گفتم، اما دلخوشم به این که دلم آشیانه خانه توست. کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. تو مهمان دلم هستی، با همه وجود روز پدر را در صحرای دلم تجلیل میکنم. یک نکته را خیلی دقت کنیم و اون نکته اینه که خیلی ها امیرالمؤمنین را دوست داشتند، خیلی ها جریان غدیر را قبول کردند، چون جریان غدیر نمیشد مدفون در تاریخ بماند و نادیده گرفته شود. خیلی ها پذیرفتند، اما پذیرفتن آنها تنها به معنای دوست داشتن بود و بس. اما شیعه امیرالمؤمنین زمانی غدیر را میپذیرد که توأم با ولایت مداری باشد، توأم با پذیرش گفتار و دستور آن حضرت باشد. دیدی وقتی خدمت پدر یا مادر میرسی، روز پدر یا مادر را میخوای تجلیل بکنی و میگی بابا جان، مادر جان، چه هدیه ای به شما تقدیم کنم بهتر است؟ جواب مشترک همه پدران و مادران این است که همین که خوب باشی برای ما کافی است، همین که نور باشی، همین که در مسیر باشی، همین که در هدایت باشی. من و تو شیعه خدیری ولایت مداری امیر المؤمنین و بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا هستیم. امروز اگر میخواییم هدیه بدیم به مناسبت روز پدر به وجود نازنین بقیت الله الاعظم روحی له الفدا، هدایت خود را و در مسیر بودن خود را، خصوصا در این ایام پرنور، محضر مهربانترین بابای دنیا تقدیم کنیم. سروران، برادران، خواهران، ماه رجب ماه پر از خیر و برکت است و مقدمه ماه شعبان که میلاد پر خیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی له الفدا و مقدمه ماه مبارک رمضان که لیالی قدر و لحظات تقدیم پرونده به محضر نازنین امام زمان خواهد بود. ماه رجب دروازه چنین عظمت هایی هست.
قدر ایسانی ها را بدانیم و به عنوان هدیه روز پدر به مهربان ترین پدر دنیا عالی ترین باشیم و در این شب و روز ترک گناه را سر لوحه کار خود قرار بدیم. رفاقت با امام زمان را فراموش نکنیم و از روح پر خیر و برکت و با کرامت امیرالمؤمنین مدد بجوییم تا پیوند بین ما و فرزند نازنینش را امضا بفرماید. اللهم عجل لولیک الفرج.